سالها مبارزه و حق طلبی های مجاهدین که سپر مقاومت و نگذاشتن افغانستان به دست اشغال بیرونی ها اکنون به فراموشی سپرده شده و جانب هم مجاهدین رفته رفته صحنه قدرت سیاسی در نظام پیشین به ویژه حکومت وحدت ملی کنار زده شدند. برخی اعضای مجلس نمایندگان این عملکرد سران حکومت را نکوهش کرده میگویند این عمل معامله حکومت با طالبان است. نظام، حکومت، رئیس جمهور مجاهدین را میکشی، تصفیه میکنی، توان جنگرم نداری، خود طالب بازگیر میایی. من از او ترسم که پس پرده حرکت طالب، حرکت تو، حرکتی که بین پاکستان و خودت امضا کردی، از یک طرف مجاهدین را سره بکشی، از یک طرف از دروازه دیگر طالب را سلام علیکم گفته بیاری، انتظار این چیز را نداشته باش. از عمر حکومت وحدت ملی نزدیک به یک سال گذشت و نارضایتی ها از عمل کرده سران حکومت با گذشت هر روز بیشتر می شود، ولی بان هم سران حکومت سرگرم تقسیم قدرتن. تعداد زیاد از جوانان مراجعه می کنند، می گویند پاسپورت کار داریم، همه ما دعوی پاسپورت داریم، اما اصل فرار و گریز اینا از افغانستان چیست؟ حکومت وحدت ملی برنامه برای پایین آمدن نرخ بیکاری در افغانستان داره؟ آیا بیکاری رو ما مساوی یک معضل اجتماعی میشناسه یا فقط تهدید از تروریسم و معتادین؟ حالان که اساس اعتیاد در افغانستان واقع مواد مخدر همین بیکاری است. دست زدن به مهاجرت و فرار از کشور یکی از نگرانی های شبانه روزی مردم در کشور است که نمایندگان مردم نیز با آن اشاره میکنند. متاسفانه حکومت افغانستان و هر دو تیم در یک سال گذشته به عوضی که تفاهم بکنن برنامه داشته باشن یک سال را برای تقابل سپری کردن و نتیجه اینمی تقابل اینمی را نشان میده که در یک روز 3 تا 4 هزار جوان از کشور مهاجر میشن و فرار میکنن. گذشته از این رهبران پیشین جهادی به شمول عبدالرب رسول سیاف بارها از عملکرد نادرست حکومت به ویژه کنار زدن مجاهدین از صحنه قدرت سیاسی انتقاد کرده، اما باورها بر این است که اگر به مجاهدین سهم بیشتر داده نشود زمینه مداخلات کشورهای بیرونی بیشتر خواهد شد.